قطعا هر کس رای بیاره نماینده مردم ما هست و باش احترام میذاریم ما و این انتخابات قطعا پیروزیش خود برای خود مردم هست. هر اثر انگشت حق و باید قدر این ملت رو بدونم. ما انتخاب اونو کردیم، انتخابمون سربلندی کشورمون. به نظرم برد با مردم 100%. ما همین که اینجا این رای میدیم خودش برد شخصیه. یه دولت خوب و یه ملت خوب میسازن. پس ممنون میشم از این که با انتخابای درستتون کمک کنیم به این. تردید رو بشکنن و همت بکنن بیان. خواهش میکنم تا دیر نشده تشریف بیاریم پای صندوقا و بذارین خودمون آینده مملکتمون رو درست کنیم، نه بیگانگان. من خواهش میکنم دستتون رو میبوسم، بیان رای بدین و در سرنوشت و در آینده خودتون خودتون سهیم باشین. برای ایران حتما اگه شما 8:30 نگاه میکنین ساعت 23 وقت هست. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام بینندگان عزیز، سلام بر شما خالقان حماسه جمهور، سلام بر شما نقاشان زبردست هشت تیر 403 بر بوم وطن، سلام بر حضرت روح الله و شهیدانش که به برکت مجاهدت های آنان ایرانیان امروز صاحب حق رأی هستند. مردم ایران امروز یک بار دیگه با حضور در انتخابات ریاست جمهوری قدرت مردم سالاری دینی رو به رخ جهان کشیدند و سکاندار جدید قوه مجریه رو تعیین کردند. کمتر از 2 ساعت دیگه تا پایان فرصت قانونی رأی‌گیری باقی مونده. به گفته سخنگوی ستاد انتخابات کشور، با توجه به استقبال مردم از انتخابات ریاست جمهوری در سراسر کشور، زمان اخذ رأی در تمام شعب تا ساعت 22 تمدید شد. با پایان مهلت قانونی رأی‌گیری، صندوق‌های رأی باز و شمارش آرا بلافاصله آغاز میشه. سخنگوی شورای نگهبان هم گفته اگر انتخابات به دور دوم کشیده بشه، رأی‌گیری جمعه هفته آینده 15 تیر برگزار میشه. پا به پای مردم، پای صندوق‌های رأی، از شما پرسیدیم برنده واقعی انتخابات امروز کیه؟ موفقیت‌های تحصیلی بود. کجاها بود؟ خیلی جاها. انشالله که این سری هم می‌بریم. حالا همین که اینجاییم بردیم دیگه. روز برد؟ بله، همیشه برنده ای. برد دقیقه 90 چه حسی داره؟ خیلی عالیه. بهترین حسی که آدم میتونه حس کنه همون برد دقیقه 90ه. به نظرم برد با مردم 100%. ما همین که اینجا داریم رای میدیم خودش برد شخصیه. خیلی از مراحل زندگی بردم. امیدوارم که این دفعه کشورمون همه با هم ببریم. تقدیم به رهبرم. گلم و تقدیم به خانواده شهدا. تقدیم شهدای عزیزمون و رهبر عزیزمون. اول رهبرم، بعدم ملت ایران. برد و تقدیم به رهبر انقلاب میکنم چون ایشون دعوت کرده که بیایم. میچسبه این برد. حال میده بقیه میسوزن یه ذره جذابه. کی باخته امروز؟ دشمنا. شما فکر میکنید کیز باخت؟ اونایی که رأی نمیدن. لذتی داشتیم بود. خیلی لذت بخش بود. خیلی آدم این جمعیت رو میبینه، واقعا لذت میبره. بخوای چند جمله به اونایی که دارن دقیقه 90 تو 23 رو میبینن چی بشه؟ از موندن شیطون گلشون نزنه. یه دولت خوب و یه ملت خوب میسازن. پس ممنون میشم از این که با انتخابای درستتون کمک کنید. تردید رو بشکنن و
همت بکنن بیان. خواهش میکنم تا دیر نشده تشریف بیارید پای صندوق و بذارید خودمون آینده مملکتمون رو درست کنیم، نه بیگانگان. من خیلی مردد بودم برای رای دادن، ولی واقعا به عشق شهدا اومدم. 23 ببینایی که تو خونشون موندن مثل شما رو نمیدن رای بدن، چه سوالی باشه؟ والا میگم به این 300 سال فکر کنیم که ما چون قدرت نظامی قوی نداشتیم، هر حکومتی بالا سرمون بود یکی از مملکتمون رو برد. الان 45 سال یه وجب پاک نداریم، این ارزشمند. همه ازش تبلیغ میکنن که ندید، مهم نیست. قطعا خیلی مهمه و نیومدنش، آقا من نیومدم ضرر کردم، نیومدنش پای مردمه. من میخوام پس فردا پشیمون نباشم که یه امکانی واسه من بود، من استفاده نکردم. برای کشور خودتون خودتون تصمیم بگیرید، نذارید از خارج از مرزهای این کشور کسی تصمیم بگیره براتون. رأی ندادن شما باعث میشه که هممون ضرر ببریم. فکر کنید به نظر من انتخاب درست، آینده خوبی هم در پیش داره. زودتر بیان خودشون راحت‌تر بشن. من خودم از صبح خیلی استرس داشتم، میگفتم زودتر برم رأیمو بدم بیام راحت بشم. یه کار واجبه و شرعیه که باید انجام بدید. برادر من، داداش، خواهر من، پاشید می فقط رأی بدید. اونو که میگن رأی ندید، نه درست نیست، فقط همتون بیان رأی بدید. اگرم حالا یک اصطلاحی باب شده که میونه بد و بدتر، با همین اصطلاح هم اگر بیان پای صندوق رأی، قطعا وضعیت جامعه از اینی که هست بهتر خواهد شد. اگه کسی رأی نده، فردا هم نمیتونه اعتراض کنه که چرا وضعیت به این شکله، چون اون نیومد که انتخاب خودش رو توی صندوق بندازه. من خواهش میکنم، دستتون رو میبوسم، بیان رأی بدین و در سرنوشت و در آینده خودتون سهیم باشین. من بشینم تو خونه بگم جامعه خرابه که این مشکل حل نمیشه، پس بیاین، مخصوصا از دهه 80 که همسن سال خودمم. برای ایران حتما، اگه شما 8 و نیم نگاه میکنین ساعت 23 وقت هست، برای ایران بهتر حتما تشریف بیارین پای صندوق رأی. به تاریخ 8 تیر ماه 1403 در تاریخ سرزمین ایران ثبت شد و هنوزم فرصت دارید که در این برد شیرین سهیم بشید. رهبر معظم انقلاب صبح امروز همزمان با آغاز رأی‌گیری 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری با حضور در حسینیه امام خمینی رأی خود را در صندوق رأی انداختند. رأس ساعت 8 صبح و با آغاز رسمی فرایند رأی‌گیری در 14 انتخابات ریاست جمهوری در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه وارد شدند. تا لحظات دیگر رهبر معظم انقلاب در نخستین دقایق آغاز رأی‌گیری رأیشون رو در داخل صندوق سیار 110 خواهند انداخت با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. حضرت آیت الله خامنه ای پس از انداختن رأی خود در صندوق سیار 110 روز انتخابات را روز نشاط و شادی برای ایرانیان و حضور مردم را مایه قوام جمهوری اسلامی دانستند. روز انتخابات برای ما ایرانی ها روز نشاط و شادی است. به خصوص اون وقتی که انتخابات برای گزینش رئیس جمهوره که چند سال آینده کشور با این انتخاب مردم تعیین میشه. لکن یه موضوع به نظر من مهمی در کنار این هست و اون حضور پرشور مردم و افزایش و کثرت رأی دهندگانه. این برای جمهوری اسلامی یک نیاز قطعی است. جمهوری اسلامی اسمش، یعنی کلمه جمهوری، حاکی از این است که در ذات این نظام حضور مردم لحاظ شده.
بنابراین دوام جمهوری اسلامی و قوام جمهوری اسلامی و عزت جمهوری اسلامی و آبروی جمهوری اسلامی در دنیا متوقف به حضور مردم. رهبر انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه نباید برای حضور در انتخابات مردد بود اظهار امیدواری کردند خداوند متعال بهترین و مفیدترین گزینش را برای کشور مقدر کند و سالهای آینده سالهای خوبی برای ایران باشد و مردم از گزینش خود راضی باشند. اما خبرنگاران داخلی و خارجی از ساعتی قبل از آغاز رأی‌گیری در حسینیه امام خمینی چشم انتظار حضور رهبر انقلاب بودند. خبرنگاران 183 رسانه از 34 کشور متن و حاشیه انتخابات ایران را به جهان مخابره می کنند. I am from the New York Times. From Tokyo. نماینده شبکه اولوسال در تهران. I'm from CNN. از افغانستان. It's very interesting for us. برای من خیلی جالب است که رهبر ایران در همان دقایق اولیه در انتخابات شرکت می‌کند و این حاوی یک پیام مهم برای بسیاری از مردم ایران است. Yes, we arrived four days ago. دومین باری است که در ایرانم و فکر می‌کنم انتخابات ایران در منطقه غرب آسیا از هر نظر منحصر به فرد است. من از رادیو اسپانیا هستم. ایران کشور مهمی است و نتیجه این انتخابات برای بسیاری از مردم اهمیت دارد. ترکیه به گازتجیم ترکیه‌دن گلدم. با توجه به تحولات منطقه انتخابات ایران نه تنها برای مردم ایران بلکه برای مردم ترکیه، سوریه، عراق، افغانستان و همه کشورها های منطقه به ویژه محور مقاومت مهمه. در 50 روز گذشته و پس از دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی این دومی باری است که رسانه ها این تصویر را ثبت و ضبط می کنند. رأیشون رو در داخل صندوق سیار 110 خواهند انداخت با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. نه فقط در تهران که در همه 31 استان کشور از مردم خبره خزر تا کاردانان خلیج فارس، از مردم با کفایت شرق تا حاذقان غرب وطن، یک ملت در صحنه انتخاب حاضر شدند. که خیلی خوب شرکت کردن. این عرق ملیه. ما انتخابمون رو کردیم. انتخابمون سربلندی کشورمون. دیگه باید سعیم باشم در آینده کشورم دیگه. به خاطر ادامه راه شهید رئیسی اومدم رأی بدم. خیلی شور داشتم، اشتیاق داشتم که برسم. این با هممون همکلاسیم دور هم جمع شدیم که بیایم اینجا با هم رأی بدیم. به خاطر آینده خودم، به خاطر خانواده‌ام و به خاطر جوانای مملکتم اومدم رأی بدم. برای آینده خودم و بچه‌هام من مکلف هستم به رأی دادن. خانوادگی پای صندوق رأی اومدیم به خاطر اینکه به کشورمون علاقه داریم. لبیک به مقام معظم رهبری مبدی بر مشارکت بالا مردم حضور گسترده‌ای در این انتخابات دارن. ایرانی بودن هم افتخار میکنم. حس خوبی رأی دادم واسه مملکت. اومدیم که ثابت کنیم پای انقلاب و نظاممون هستیم. برای اقتدار و پیشرفت کشور باید مشارکت داشته باشیم. یک حضور حد اکثری باید داشته باشیم که یک آینده قوی رو بسازیم. نبض کشور با این رعیات. نبض کشور هر چی قوی تر بهتر باشه میتونه آینده کشور رو تضمین کنه. We'll be right back.
چه کسی رو انتخاب میکنیم و تأثیر گذاره در روند مملکت ما. احساس خوشحالی دارم که برای اولین بار دارم رأی میدم. به فرمایش رهبر معظممون اومدم رأی بدم. ایرانمون رو تو جهان اسلام و خب کل دنیا سربلند کنیم. وظیفه‌مون رو انجام بدیم انشالله که هر کسی هم که میز ریاست جمهوری رو تصاحب میکنه اونا هم وظیفه‌هاشون رو انجام بدن. قطعا هر کس رأی بیاره نماینده مردم ما حسابش احترام میذاریم ما و این انتخابات قطعا پیروزیش خود برای خود مردم هست. هر اثر انگشت حق و نهایت باید قدر این ملت رو بدونن. مسئولان، علما و مراجع اعزام تقلید هم پای مردم، پای صندوق‌های رأی. آقای مخبر، سرپرست ریاست جمهوری، ضمن بازدید از ستاد انتخابات کشور، رأیش رو هم در صندوق مستقر در ستاد انداخت. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه هم با حضور در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم رأیش رو به صندوق انداخت. آیت الله جنتی، دبیر شورای نگهبان، آیت الله موحدی کرمانی، رئیس مجلس خبرگان رهبری و آیت الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم رأیشون رو به صندوق انداختند. حضرات آیات مکارم شیرازی، نوری همدانی، سبحانی، جوادی آملی و مظاهری هم با حضور پای صندوق رأی در انتخابات حضور پیدا کردند. انگشت های روستاییان و عشایر کشور هم امروز آغشته به جوهر انتخاب شد. قطره قطره دیگه یک دریایی میشه دیگه. حالا سعی میکنیم که ایرانمونو سربلند کنیم. امروز وظیفه دونستم که شرکت کنم. اگه ما انتخاب نکنیم دیگری به جای ما انتخاب میکنه. وظیفه خودمون میدونیم که برای ساختن ایران شرکت کنیم. من یک جوان رای اولی هستم و برای اینکه آینده کشورم رو بسازم و آینده خودم رو تضمین کنم تو انتخابات شرکت کردم. و این وظیفه هر ایرانیه که پای صندوق‌های رای بیاد. رأی من
یک پشتوانه و یک اراده محکمی برای اینکه نفوذ بیگانه و نفوذ دیگران در این کشور نباید اتفاق بیفته. انشالله بتونیم انتخاب اصلاح داشته باشیم. رئیس جمهور اصلاح کسیه که رای رئیس جمهور شهید رو ادامه بده و با مردم همدل و همراه باشه. اثر مشترک، روایت آدم‌هایی که اثر انگشتشون فردای ایران رو رقم میزنه. ایرانی‌هایی از هر کجای این کره خاکی که تصاویر حضورشون در فضای مجازی پرتکرار شده. با پای شکسته با این سن 4000 کیلومتری از ایران دور است انگلیس. رفتنش پای صندوق انتخابات ریاست جمهوری سوژه کاربران فضای مجازی شد. شکوه این لحظه رو ببینید. یه خانم مسن با پای شکسته و عصا زیر فشار فحاشی یک عده بی‌وطن داره خودشو میرسونه به محل رأی‌گیری. حقیقتاً بغض کردم. یا این آقا که هنوز پسرکش از خواب بیدار نشده، اول وقت دارد میرود شعبه رأی‌گیری در ژاپن. شبیه به این صحنه ها در شعبه های رأی‌گیری انتخابات ایران در خارج کم نیست. امروز همه اومده بودن، حتی خانم روس با همسر ایرانیشون هر دو با هم رأی دادن. در ایران هم صحنه های متفاوت حضور آدم ها پای صندوق های رأی سوژه کاربران فضای مجازی شده. از داستان آقای راننده: تریلی رو در مسیر پارک کردم فقط به عشق وطن و رهبر، مطمئن هستم توقفم درست بود. تا این تازه عروس و داماد: حضور عروس و داماد مشهدی پای صندوق رأی در حرم مطهر رضوی. آدم های با قصه های متفاوت که اثر انگشتشان روی یک صفحه مشترک ماند، صفحه از تاریخ آینده ایران. فاطمه شریفی، خبرگزاری صدا و سیما. هفته خوبی پیش رو داشته باشید. شبتون بخیر. خداحافظ.